امروز در خدمتتونیم، بازم یه SUV چینی دیگه. البته ما این ماشین رو زیاد تو بازار دیده بودیم، شکلش رو عرض میکنم، اما توانایی فنی این ماشین نسبت به نسل قبلی خودش کاملا تغییر کرده و اومده آبروداری کنه از یه برندی که میتونست خیلی خوب باشه، اما متاسفانه به دلیل یه سری ضعف‌های فنی نتونست موفق باشه. با ما همراه باشید، فیدلیتی رو می‌خوایم بررسی کنیم، نسل جدید، گیرباکس جدید، ببینیم این ماشین آیا توانایی این رو داره که در بازار آشفته SUV‌های چینی در لحظه موفق باشه. طراحی این ماشین همونجوری که گفتیم زیباست و واقعا قشنگه، اجزا سر جای خودش نشستن و هماهنگ با هم روی این قطعه سوار شدن. چیزی که داریم توی این ماشین میبینیم طراحی اغراق‌گونه نیست، چراغ‌های بسیار باریک نیست، جلو پنجره‌های عجیب غریب و سپرهای یک تیکه که الان مد شده نیست و یه طراحی داره که توی کلاس خودش طراحی مناسبیه. داریم SUV رو مد نظر قرار میدیم که میخواد هم یه مقدار لوکس باشه هم اسپورت باشه، چیزی که توی قسمت قبلم گفته بودیم. اما ما فنی کاریم و بیشتر بحث فنی قضیه رو میخواییم بررسی کنیم، پس بریم باهاش یه دور بزنیم ببینیم بحث فنی، اون قسمتی که گیرباکس تغییر کرده، چه چیزی میتونه باشه. با قرار دادن دسته‌دنده جدید الکترونیکی توی دی شروع به حرکت میکنیم، شروع به حرکتی که از رقیب خودش همون K7 بهتر عمل میکنه و به دلیل TGDI نبودن شروع به حرکتش تقریبا با ناک نیست، ولی میخواییم حرکت کنیم، شروع به حرکت خیلی بهتری داره. نسل قبلی این ماشین میتونستیم بگیم که یه شکست تمام عیار برای خود فیدلیتی بود، یعنی میتونست خیلی بهتر باشه، اما این ماشین اومده که آبروداری اون رو انجام بده و توی سدانهای تا این لحظه زیر 2 میلیارد، اصخایی میکنم تا این لحظه زیر 2 میلیارد، بتونه آبروداری کنه و نسل قبلیشو انجام بده. شروع به حرکتش تقریبا با یه مکس کوچیکی شروع میشه که مربوط به گیربوکس های دوال کلاچ تره، چیزی که توی K7، چیزی که توی J7، چیزی که توی فیدلیتی جدید هم داریم میبینیم. اما چیزی که اینجا داریم مکس کمتر نسبت به اوناست و ماشین سریعتر به پیک توان میرسه، چیزی که داریم اینجا میبینیم. اما مشکل اصلی دوال کلاچ ها اینجاست، یعنی میخوای شما حرکت کنی، یه حرکت میکنی بعد وای میسی و دوباره میخوای حرکت کنی، احساس میکنی که یه ماشین یه لحظه کلاچ زیر پات خالی میشه و دوباره میخواد شروع به حرکت کنه، که این گزینه رو ما قبلا توضیح دادیم که توی دوال کلاچ های تر نوع عملکردشون به این شکله و باید که یه مقدار قلقگیری هم باهاش داشته باشید. همونجور که میدونید اصلی ترین تغییر توی این ماشین تغییر توی گیربوکس این ماشین بود، بعدش هم یه سری تغییرها توی یونیت هایی مثل ABS و برنامه ریزی اون، تغییر در کالیبره ESP، تغییر در کنسول وسط به دلیل برقی شدن شیفتر دنده یا همین جویستیکی که الان این وسط گذاشتن و یه سری تغییرات دیگه توی ظاهر خیلی خیلی خفیف نسبت به نسل قبلی بود. اما نسل قبلی و بعد از این یه کارکردهاشون رفت بالاتر، متاسفانه دیدیم که اصلا گیرباکس عمل کرده خوبی نداره، خیلی زود داغ میکرد، یعنی اون مشکل داغ کردن گیرباکس در فیدلیتیا یه مشکلی بود که متاسفانه گریبان تمام مالکین رو گرفت، حتی با آپدیت های نرم افزاری خود شرکت هم درست نشد. علاوه بر اینها اون داغ کردن گیربوکسه یه آرام باش علاوه بر اینها اون داغ کردن گیربوکسه خیلی رومخ بود و اصلا سازگاری با سوخت رو نداشت. ما نمیگیم این ماشین سازگاری تمام عیاری داره، اما به دلیل مچ بودن باز موتور گیرباکس بیشتر تا این لحظه با بنزین معمولی ما ناکه تو این نشینیم که این گزینه خوبی میتونه باشه. کولر رو خاموش کنیم، یه شتابگیری داشته باشیم. خیلی صدا میاد توی ماشین، یعنی صدای موتور قشنگ تو ماشین، صدای یه معکوس، حالا یه از شتابگیری چیز عجب غریبی نمیتونید انتظار داشته باشید، حالا تایم شتاب ماشین هم میذاریم و خدمت عزیزان بگیم که بعضی وقتا
پدال گاز فرمان پذیر به شما نخواهد بود و معکوس هایی هم که گیرباکس قراره با فشردن پدال گاز بده به موقع انجام نمیشه. حس یه دوال کلاچ خیلی تند و تیز رو ازش نداشته باشید، ولی عملکردش نرمه، موتور خوب شتاب میگیره، به اندازه است. توی نمای داخلی حالا بیشتر براتون توضیح میدیم، توی نمای داخلی اونقدی تفاوت نمیبینیم با مدل پایین، به غیر از کنسول بزرگی که این وسطه، که این کنسول هم طراحی شده که بتونه دست‌دنده برقی رو تو خودش جا بده. گزینه خوبیه. کلا فیدلیتی اون نسل اولش هم با اون گیرباکس های آنتیکش اتاق خوبی داشت. من فیدلیتی های کارکرد بالا دیده بودم که به دلیل عملکرد بعد گیرباکس اصلا به دل نمیشه اسپارش رانندگی کنی. ولی اگه مثلا این اتاق، حالا ما میبینیم که با این گیرباکس ترکیب شده، جواب خوبی تو بازار بده در دراز مدت، میتونه یه بازاری رو بگیره که الان میگم صحبت از میلیارد یه ذره عادی شده، توی بازار 2 میلیاردی ها بتونه گزینه خوبی باشه، بازاری که توش هم کم رقیب نداره و واردات، یعنی واردات که چه عرض کنم، واردات به سبک جدیدی که داره انجام میشه الان توی خودروهایی که داره میاد، یه دونه نیسان داریم اگه درست گفته باشم، یه دونه از خانواده باک خواهیم داشت، یه دونه از خانواده تیگارد خواهیم داشت، اصلا کلی ماشین عجیب غریب داره میاد تو پلتفرم‌های مختلف که میخواد این رنج رو پر کنه. البته اگه میگم این رنج همچنان باقی بمونه، باید ببینیم که میتونه خودشو حفظ کنه، نگه داره یا نه. ضمن این که الان توی رقبای ماشین مثلا تیگو 7 پرو خدمت عزیزان بگیم که با یه مقدار قیمت بالاتر، اون یکی ماشین چیه، پرو مکس آیفون، تیگو 8 پرو مکس دو دیفرنسیال آفرودی، اونم هست، میتونید مثلا استفاده کنید. با باز کردن در این ماشین، خب یه سری اجزایی رو میبینیم که کیفیت مناسبی رو دارن، صندلی ها، داشبورد، و تفاوتی که نسبت به نسل قبلش داره کنسول وسطه. اگه بخوایم براتون توضیح بدیم، این کنسولی که اینجاست کاملا نسبت به نسل قبلی خودش تغییر کرده، بقیه اجزا همونه، تغییر خاصی ما توش نمیبینیم. چیزی که هست، کنسول به بهترین شکل ممکن تغییر کرده. جاپای من راحته، من رو این تاکید دارم، دوست دارم راحت باشم، و الان که داریم میلیاردی پول ماشینا رو میدیم و تارای میلیاردی میخریم، دوست داریم که جاپاها راحت باشه. توی این ماشین اینجا یه شارژ وایلسی اینجا قرار گرفته، یه سری درگاه‌های یو اس بی که ما شارژ وایلسش رو نتونستیم استفاده کنیم. این قسمت که به این دلیل کنسول تغییر کرده که شیفتر دنده یا همین این دیگه از کابل و ماهک خبری نیست و تبدیل شده به شیفترهای الکترونیکی، یعنی فرمانها رو از طریق سیم و سوکت میرسونه به ECU. دست دنده تغییر کرده. کاش که این فضاهای خالی دور دست دنده اینقدر زیاد نبود و حداقل مثلا یه فرمی بهش میدادن. کنسول خوبه، نه اینکه بد باشه، ولی این فضاهای خالی الکی اینجا مثلا میتونست مثلا جای چیز دیگه ای باشه. مثلا تو یه سری از ماشینا میبینیم فضاها تغییر کرده و یه سری مثلا جا موبایلی ها این ور داره، یا اینکه میتونست این فضاها جای خالی بودن رو داشته باشه، مثل سبک جدید طراحی ها. مشکل خاصی نیست، بهتر بود که به این شکل باشه. توی جلو هم فضای کافی رو داریم، مثل فیدلیتی های نسل قبل هم این دوتا چیزای هشدارهای بغل رو داریم و یه مانیتور رو که تقریبا یه بخشی از فانکشنهای اصلی ماشین اون روه. خدا رو شکر چند تا دکمه داره که هنوز میتونیم ازش استفاده کنیم، برای منی که سن و سالم بالاست همچنان دکمه مورد پسنده. صندلی ها راحت تر از تیگو 7 پرو، اونا ضعفشون بیشتر روی واقعا رو صندلی تیگو. تیگو 7 پرو خدمتتون میگم صندلیاش کیفیتش از این پایین تره. توی این ماشین میبینیم که کیفیت صندلی بالاتره، چرما مناسبه تا جایی که ما داریم میبینیم. خدمتتون بگیم که اما نسبت به K7 صندلیاش احساس میکنم که کیفیت پایین تری داره، اما فضای نشیمنش بهتره. یکی از چیزایی که واقعا جلب توجه میکنه سقف شیشه ای بزرگشه. اگه بخوایم از پایینم نگاه کنیم، سقف شیشه ای واقعا خوب و بزرگه و نمونهشو کمتر ماشینی دیدیم که داشته باشه. با قرار گرفتن تو عقب ماشین فضای مناسبی رو میبینیم. البته انتظار داشتیم که این فضا بهتر باشه. این ماشین تو دو مدل 7 نفره و 5 نفره هم هست. این سقف شیشه ای هم که میبینیم
یه سری جایزه داره، البته اینا تو مونتاژه، چیز خاصی نیست. ما آزرای صفر هم خریدیم یه سالی، از وسطش یه دونه شیلنگ یه دفعه افتاد وسط ماشین، فکر کردیم مار از سانروف افتاد پایین. ولی حالا این دکمه حالت کادیلاکی داره، قشنگه. یعنی این دکمه که اینجا هست، دوستانی که اهل کلاسیک بازی باشن میدونن کیفیت مونتاژ خوبه. ما نمیتونیم ایراد عجیب غریبی تو این بازار ازش بگیریم، اما جاپای عقب میتونست بهتر باشه. و برای دوستانی که عقب هم پر سرنشین حرکت میکنن و سرنشیناشون مثل من اوورسایز هستن، حتما این قضیه رو دقت کنن. درب صندوق فیدلیتی پرایم به این شکل براتون باز میشه، خدا رو شکر. بعدش هم که بخواید ببندید، بذار من تست کنم، بازم اینش عمل نمیکنه. اصلا این آپشنای الکی و به درد نخور و این فرمی که من دارم میبینم، باید دوتا پامونو بکنیم این زیر تا بخواد انجام بشه. یه جای شارژ 12 ولت داریم اینجا، یه سری فضا داریم این عقب که حتی تو نمونه 7 نفره خب مطمئنه این فضا رو نداریم، فضا به اندازه و کافیه. ما همچنان دنبال در مکانیزم این هستیم. اما توی سدان‌های تک دیفرنسیال امروز بازار، اگه بخواید گزینه ای انتخاب بکنید، گزینه‌هاتون محدوده دیگه، مثل همون چیزهایی که قبلا هم خدمتتون گفتیم. توی این ماشین تا این لحظه رقبایی که داره، مثل تیگو 7 پرو، مثل کی 7، رقبایی هن که واقعا میشه سلیقه‌ای توشون انتخاب کرد و کاملا فرق میکنن با این ماشین. مثلا ابعاد تیگو 7 پرو از این خیلی کوچیک‌تره، نوع استفادهش فرق میکنه، گیرباکس سی وی تیه و ظاهر به نسبت اسپورتری داره. اگر هم بخواید کی 7 رو استفاده کنید، صندلی‌های نرم‌تری داره، ظاهرش خاصه، یعنی باید سلیقه‌شو داشته باشید اون ظاهر رو خریداری کنید. گیرباکس دوال کلاچ از این ماشین تأخیر بیشتری داره، اما اسباب بخار بالاتر و کشش بالاتری داره که می‌خوایم حالا اینا تست کنیم و در عمل هم همین چیزی رو ببینیم. البته اینا که گفتیم رو کاغذه. و در نهایت با یه هزینه بیشتر تیگو 8 پرو مکس رو دارید که گزینه خیلی خوبی میتونه باشه تا این لحظه که اونو تست و بررسیشو براتون میذاریم. تیگو 7 پرو مکس میتونه، چون دو دیفرنسیال هم هست، حداقل یه شمه ای از اون چیزی که دارید خریداری میکنید داشته باشه. تک دف بودن رو تو برف توی سربالایی میتونید ببینید که اصلا گزینه خوبی نمیتونه باشه. اگه یه برفی مثل برف اخیر تهران رو داشته باشیم و حس کنیم که یه دونه شاسی بلند سواریم، به فرض حداقل اگه اسم یه همچین چیزی روش باشه توی همچین کلاس هایی، این مثلا داریم میبینیم این سوکت ها و این ترانسفر قسمت پوست گیرباکسش و اینا خیلی به زمین نزدیکه و هیچ موقع نمیتونیم با اینا فکر کنیم که کار عجب غریبی میشه انجام داد. به فرض میگم اینا صرفا کراس اوور بزرگ شهری حتی میتونن طبقه بندی بشن. حتی در نمونه‌های پیکاپ چینی هم یه سری از این اشکالات می‌بینیم که مثلا ترانسفر کیس توی T8 رو به زمینه، ایرادی که الان همه دارن، فورچ و فورل یه دفعه یه آب می‌خوره درگیر میشه، یا سوکت اصلا کلاً جدا میشه شروع می‌کنه چشمک زدن، یا اینکه ESP از مدار خارج میشه. حالا یه نکته‌ای بود که باید گفته میشد توی این زمینه. درب موتور همون پوشش پلاستیکی رو می‌بینیم که توی دیگنیتی و فیدلیتی نسل قبل دیده بودیم. توی خودروهای مشابه هم داریم می‌بینیم که مورد خوبیه. موتور رو یه بخشایش از دسترس خارج می‌کنه و جزء استانداردهایی هم هست که باید رعایت کنه. توی وارم‌آپ استارت هم تاثیر داره و خیلی چیزای دیگه. موتور 1.5 لیتری رو می‌بینیم که اندازه موتور برق کوچولو این وسط قرار گرفته، توربو شارژ که با نسل قبلش هیچ فرقی نداره جز کالیبرهای نرم افزاری. این جاهایی هم که تعبیه شده برای دسترسی به جاهای اصلی مثل باتری و جعبه فیوز و جای ریختن آب و آره اینجور چیزاست. توی دست دنده جویستیک طرح جدید این ماشین، توی دست دنده تغییر یافته به اصطلاح برقی این ماشین، چیزی که داریم می‌بینیم جویستیکی شده مثلا اون طرحی که قبلا دیده بودیم.
با قرار دادنش تو این قسمت وارد ونوئل میشید، قرار دادنش تو این قسمت وارد آر و ان و دی میشید، با قرار دادن با فشردن این دکمه وارد پی خواهد شد. ترمز دستی هم برقیه، اوتو هولد هم داریم و برای خلاص کردنش هم یه دکمه است این بغل که نگه میدارید و توی آر، ان و دی میرید. یه نکته جالب این که ما دست اندره که دستمونو میذاریم روش، حالا بماند جای خیلی خوبی داره، داره داغ میشه دست دنده. حالا اینا مشکل داغ شدن گیرباکس دارن، این دست دنده است که این پنلش که اینجاست خیلی داغ شده، مثلا چجوری بگم، پشت گوشی های سامسونگ های سری اول هوشمند بود داغ میشد. داغی داره، حالا اینو بعد خوبه، عیبه، اینو من ندیدم تا حالا. نمیدونم چرا این ماشین های چینی گیجن یه ذره، یعنی استیبل نیستن رو خط. حالا باز این خیلی وضعش بهتره، یعنی الان باز می‌بینی حسن یه وسیله‌ای هست توی شهر بازی قدیمیه، به سن و سال من میخوره، بهش میگن کشتی سوا، سوار میشدن اینجوری اینجوری میشد. حالا ما به بعضی ماشینا میگیم کشتی سوا، اشاره به ماشین خاصی هم نداریم.